44 سال از خودسوزی اعتراضی یان پالاخ، دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه چارلز در چکسلواکی سابق می‌گذرد. اتفاقی که در تاریخ معاصر این کشور بسیار تاثیرگذار بوده است و حتی در ایران پیش از انقلاب اسلامی هم در نشریه‌های آن زمان بازتاب داشت. حالا حرکت اعتراضی این جوان محور سریال کوتاهی قرار گرفته که تلویزیون کابلی HBO آن را تهیه کرده است. این سریال نام استعاری بوته سوزان را بر خود دارد که گویا اشاره‌ای ظریف دارد به یکی از داستان‌های پیرامون پیامبر یهودیان. بوته سوزان با صحنه تاثیرگذار اقدام به خودسوزی یان پالاخ در اعتراض به اشغال کشورش توسط ارتش شوروی سابق آغاز می‌شود و رفته رفته شخصیت‌های داستان حول این حادثه شکل می‌گیرند. The movie about what Jan Palach's act meant to the other people, what happened after, what it meant to his family. خودسوزی اعتراضی یان پالاخ از دید دیگران و خانوادش موضوع این فیلمه. اینکه این خودسوزی چه تأثیری در تغییر دادن جامعه و مردمی که با اقدامش مخالف بودن داشت و تا چه اندازه اونا متوجه این شهامت از خودگذشتگی یان پالاخ شدن. ما چیز زیادی از یان نمیدونیم، حتی شرح حالی هم نداره جز اینکه جوانه و آرمان خواهه، ولی با این اقدامش مردم رو هدایت میکنه. میشه گفت فیلم درباره یان پالاخ نیست، بلکه درباره اقدام اون و تفسیرش از طرف مردمه. About his act and what it meant for others. اگرچه این مجموعه تلویزیونی به ظاهر نگاهی دارد به خودسوزی یان پالاخ و گروهی دیگر از دانشجویان در چکسلواکی سابق، اما قهرمان داستان وکیل مدافعی است به نام داگمار بروشوا که وظیفه دفاع از خانواده این جوان را در دادگاهی فرمایشی بر عهده می‌گیرد. دادگاهی که قرار است به شکایت خانواده یان پالاخ از یک نماینده مجلس بپردازد. نماینده‌ای که به شهادت این سریال با ادعای دروغین عمل این دانشجو را زیر سوال برده است. بوته سوزان در نهایت آغاز مقاومت مردم چک و اسلواکی علیه اشغالگران را به تصویر می‌کشد. مقاومت و اعتراضی که در مراسم خاکسپاری یان پالاخ به اوج خود می‌رسد. از دیگر سو این مجموعه تلویزیونی تصویری است از نارضایتی تدریجی یک ملت زیر فشار و ترس. سناریوی بوته سوزان را اشتپان هالک 28 ساله نوشته است و در این مجموعه جمعی از چهره‌های سینما و تئاتر جمهوری چک حضور دارند. با این حال نقش قهرمان اصلی داستان را تاتیانا پاهوفوا از جمهوری اسلواکی بر عهده دارد. It was a great responsibility to play a role of a famous. اولش احساس کردم که مسئولیت بزرگی رو دوشمه، اونم بازی تو نقش یه وکیل معروف از جمهوری چک، زنی که شجاعانه یک محاکمه تاریخی رو پیش برده. خب اول میترسیدم، اینطوری هم نبود که فقط بازی در یه نقش رو بر عهده گرفته باشم، این کاراکتر یه زن واقعیه. به خودم گفتم که باید تمام تلاشم رو برای اجرای این نقش بکنم. خب من کارم رو انجام دادم، هنوزم خودم فیلم رو ندیدم، باید ببینم که چطوری عذاب در اومده. امیدوارم نقش خانم بروشوا رو که بازی کردم خودش بپسنده و نگه خدای من این دختر داره چی کار میکنه. امیدوارم که از بازی من خوشش بیاد. So hopefully she's going to be fine with that. Я такой найдобродружнейший. Тем смутным способом, потому что там все наивезде таких, как کارگردانی بوته سوزان به آنیشکا هالند، کارگردان سرشناس سینمای لهستان سپرده شده است. خانم هالند که فیلم‌های شناخته شده ای مانند اروپا اروپا، قتل یک کشیش و در تاریکی را کارگردانی کرده است، از چهره‌های فعال در سینمای هالیوود به شمار می‌رود. در اسکار 84 فیلم در تاریکی ساخته خانم هالند، رقیب اصلی فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اسغر فرهادی بود. I think that it's incredible amount of very talented people and that is probably one of the most inspiring cinema. به نظر من سینمای ایران پر از آدمای باهوش و با استعداده. سینمای الهام بخشه که تو شرایط سرکوب رشد کرده و فقط استعداد و توان آدما باعث تحول اون نشده. میدونید سینما عمدتاً تو کشورهای خوب رشد میکنه که مردم اون کشورها برای به دست آوردن اهدافشون مبارزه میکنن. دست یافتن به آزادی بیان یکی از این اهدافه. از طرف دیگه به نظر من موقعیت‌های تقریبا متناقضی در این بین وجود داره. یه وقتی هست که آدم فکر میکنه این فیلم ها دارن از رژیم فعلی دفاع میکنن، به این معنا که میخوان به جهان نشون بدن که بله ما خیلی مهم هستیم، اما راستش اینه که این فیلم سازها به دنبال این هستن که از جامعهشون حرف بزنن. اونا مثل شهروندهای عادی نمیتونن خیلی روشن بگن که چی میخوان. مثال روشنش همین ماجرای جعفر پناهی که نشون میده چه بهایی باید تو این راه پرداخت.
سینمای ایران برای من جذابه. من جدایی نادر از سیمین رو دوست دارم. در این حال با شناختی که خودم از رژیم‌های مثل رژیم ایران دارم، میدونم که بالاخره لحظه‌ای میرسه که این رژیم ثبات خودش رو از دست بده. That in some point it cannot continue like that. سریال کوتاه بوته سوزان به کارگردانی آنیشکا هالند قرار است با نمایش در 42 فستیوال بین المللی فیلم روتردام اولین حضور بین المللی خود را تجربه کند.